بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض السلام و ادب و احترام و تعزیت دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید و روزگار به خوبی بگذرونید و از هر طریقی که ما رو میبینید امیدوارم بتونیم امروز هم بهترین ها رو خدمت شما تقدیم بکنیم. در ایام شهادت و هفته بزرگداشت شهادت آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نبی الرحمه قرار داریم، پیامبری که حقیقتا نبی الرحمه بود. دلائلش رو عرض خواهم کرد ان شاء الله به شرط توفیق و حیات. خدا رو شاکرم که امروز هم در خدمت شما هستم با برنامه خودتون، برنامه سلام کربلا از استدیوی برج مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام تا ان شاء الله بعد از صحبت‌های ابتدایی شماره تماس برنامه باز بشه و صدای شما به کربلای معلا برسه. شمایی که بعضن نوشتید ما از زیارت اربعین جا موندیم، بعضن درخواست کردید خیلی زود مشرف بشید کربلا، این رو عرض بکنم ما طبق معمول و وظیفه‌ای که خودمون برای خودمون قرار دادیم انشاءالله مثل هم میشه دعاگو و نایب و زیاره شما بزرگواران خواهیم بود. بعضن از شما نوشتید که آقا ما یک خانواده بودیم، هممون درخواست ویزا کردیم، آمدیم دم مرز، تعدادی از افراد خانواده رو وارد کشور ایران کردن، منظورم از عزیزان افاغنه هست، افغانی هاست، شیعیان و محبین آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که مشتاق زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا بودن. نوشتن که تعدادی ما از ما رو
وارد مرز کشور ایران کردند و تعدادی رو اجازه ورود ندادن و من همچنان و ما، این عزیز نوشته بود من و ما همچنان پشت مرز موندیم تا برسیم به خانوادمون، بتونیم بیاییم مشرف بشیم و زائر آقای امام حسین علیه السلام در کربلا باشیم. گرچه نه تنها کربلا، بلکه نجف و کاظمین و سامرا رو هم دلمون میخواد زائر باشیم. عرض بکنم من باز همون جواب قبلی، ما وظیفه خودمون میدونیم که دعاگو و نائب و زیاره باشیم و از آقا سید و شهدا سلام الله علیه بخواهیم که هر عزیزی از هر کجایی که دوست داره بتونه به راحتی مشرف بشه و زائر ملجأ شریف و قبر نورانی و اون قبه تحت اون دعایی که خونده میشه به هدف اجابت میرسه رو نصیب همگان بکنه. اللهم آمین. و اما شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، پیامبری که حقیقتاً 23 سال زحمت کشید. حالا اون مدتی که اولش در خفا و قبلش در قبل از هجرت و بعد از هجرت، کل زندگانیشون سراسر نور، کل زندگانیشون رحمت برای تمام عالمیان. اون یهودی که هر روز به جای اینکه عرض ادب بکنه اساعه ادب میکرد و خاک روبه بر سر مبارک این نبی الرحمه میریخت، یک تا دو روز که غیبت کرد و پیامبر اکرم دیدن که اتفاقی که هر روز در این محله و از این کوچه که عبور می کردن دیگه نمی افته، جویا شدن. شاید به این لفظ، حالا تعبیر بنده است چون عادی با قرار ما صحبت کنیم، پس این رفیق ما نیست که بیاد اعلام حضور بکنه، مثل یک کسی که منتظر بوده. عرض کرده باشن آقا جان بیماره و توی بستر بیماریه، فرمودن که بریم به عیادتش. آقا جان یا رسول الله این دشمن شماست، این از اصلا وارد دین ما نشده، این از خدا بی خبر، هر روز خاک روبه بر سر شما میریخته، شما میخواید برید عیادتش؟ بله، به هر حال بنده خدا که هست. ببینید رحمانیتی که خدای تبارک و تعالی در قلب رؤوف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله قرار داده نسبت به فردی که مرتب اون بزرگوار را اذیت میکرد. رفتن دیدنش، وقتی که متوجه شد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله کسی که هر روز از جانب او مورد اذیت و آزار قرار می گرفته آمده به دیدنش، به حال خودش تأسف خورد و گفت حقیقتاً تو ولی خدا هستی. و با دستان مبارک آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله شهادت عین رو گفت و چه بسا شهاده ثالثه رو هم گفته باشه، اقرار به ولایت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هم کرده باشه و بعد از اون از دنیا بره. رحمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله شامل اون یهودی شد. الان همان پیامبری که 23 سال اذیت شده، آزار شده و به فرمایش خدای تبارک و تعالی
معصوم هست و هیچ چیز از خودش نمیگه مگر اینکه وحی منزل باشه. بفرماید هیچ پیامبری همانند من اذیت و آزار نشد، هیچ پیامبری همانند من مورد ستم قرار نگرفت. با این همه احوال جاهایی که اذیت می‌کردند این پیامبر رو، وقتی که از جاهای عبور می‌کرد و این بزرگوار رو اذیت و آزار می‌کردند، سنگ به طرف او پرتاب می‌کردند، کل مخلوقات، منظورم از جامداته، بخواهند بیاین یاری و کمک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، زمین بگوید که حاضرم، دهان باز کنم و همه اینها رو در خودم فرو ببرم، ولی قبول نمی کنه. دو کوه کنار هم با هم زبان درآورند و بگویند ما حاضریم اینها رو پایین همین کوها دفن بکنیم، ولی باز این پیامبر قبول نمی کنه و میگه قوم من نمی دونن، خدایا اونها رو هدایت بکن. همین پیامبر رو در خانه خودش چقدر اذیت و آزار کردن بعد از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. چرا؟ باز هم عرض میکنم نباید زیاد وقت شما رو بگیرم، و اونم این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مرتبا یاد اون بزرگوار رو میکرد، منظورم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، و حمایت کاملی از یه دونه یادگار اون حضرت می کرد، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، سیدت و نساء العالمین بود و هست به دستور خدای تبارک و تعالی، توجه ویژه‌ای داشت. ولی حسودان نسبت به این مادر و دختر حقد داشتن، دشمنی داشتن، با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عناد داشتن، سرکوفت می زدن به حضرت زهرا سلام الله علیه، تا جایی که اشک او رو در می آوردن، چون می دونستن پیامبر اکرم به اونها خبر داده بود قراره چه اتفاقاتی بیفته، از این باب که اونها هم شاید هدایت بشن. ولی خب شیطانی که همیشه دشمن انسان و خدا بوده، در روح و کالبد اونها و جسم اونها همیشه نفوذ داشته، و اگر همیشه نبوده اونقدر اذیت و آزار نمی کردن به دختری که دردانه پیامبر اکرمه، تنها یادگار همسرش هست، همسری که چندین بار فرزند برای این پیامبر آورده و به خواست خدا اونها رفته بودن، فوت کرده بودن، حالا قرار بوده این یادگار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله امتش رو مورد شفاعت قرار بده به واسطه فرزندانش. باشه انشاءالله بقیهش برای روزهای آینده وقت اون رسیده که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم رو به حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام قرار بگیریم و با هم دیگه عرض سلام داشته باشیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آجرك الله يا مولاي يا أبا عبد الله باستشهاد جدك نبي الرحمة حبيب الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليكم أجمعين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى إخوانك وأخواتك، السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارتتون قبول باشه بزرگواران، امیدوارم خیلی زود این سلام هایی که الان از طریق تصاویر خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض داشتید رو خودتون مشرف بشید و از نزدیک ظاهر آقا سید و شهدا علیه السلام در کربلای معلا باشید. پل ارتباطی شما با برنامه سلام کربلا، شماره تماس 2964-771-61-67 هستش که شما بزرگواری می‌فرمایید از طریق تماس صوتی با ما ارتباط پیدا می‌کنید و لطف می‌کنید صدای ما را از طریق تلفن بشنوید. اگر بخواهید از طریق تلویزیون بشنوید در حدود 50 تا 70 ثانیه طول می‌کشه تا صدای ما به همدیگه برسه. لحاظ است بزرگواری بفرمایید از طریق تلفن با ما صحبت بکنید و
هر اون چی که دلتون میخواهد با آقا سید و شهدا سلام الله علیه درد و دل بکنید، با توجه به این که وقت به دیگران هم بدید. یه تذکر، و اما تذکر بعدی بهترین دعا، نافعترین دعا و بهترین وسیله برای استجابت بقیه دعاها، دعا برای سلامتی و فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، که خدای تبارک و تعالی انشاءالله به ما هم همانند قوم بنی اسرائیل رحم بکنه و از بقیه مدت غیبت ولیمون، مولامون، ولی نعمتمون صرف نظر بکنه و هر چه زودتر امر ظهور محقق بشه. اللهم عجل لولیک الفرج. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. یا حسین. تماس گیرنده محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. متاسفانه تماسشون قطع شد. انشاءالله که حاجت روا باشن. این ایام حالا از ایام اربعین یه مقدار خلوت‌تره، ولی هنوزم که هنوزه شهر مقدس کربلا پذیرای زائرین آقا سید الشهدا هست و به حمد الله هنوز بعضی از مواکب دارن خدمت رسانی میکنن، وظیفه‌شون رو نسبت به زائرین، این که عرض میکنم وظیفه، به خاطر عشق به آقا امام حسین علیه السلام که دارن به خودشون وظیفه قرار دادن که خدمت زائر باشن، آب بدن، چای بدن، غذا بدن، جای استراحت بدن، گرچه حسینی‌ها الحمدلله رب العالمین بازه و زائرین دارن استفاده میکنن. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم سلام علیکم و رحمت الله. تماس ها اینترنتی هست و سید بزرگوار میگن کانکت نمیشه و یکی هم که کانکت شد خیلی سریع قطع شد. به هر حال ما وظیفمون این هست که شماره تماس رو باز بگذاریم و این مورد رو هم عرض بکنم، یادم نره اسم شماره تماس اومد. خیلی از شما بزرگواران دیشب که من داشتم در حدود 200 خورده‌ای پیام اومده بود روی واتساپ همین شماره، یکی یکی می دیدم. اون چه که جوابش رو توی برنامه نداده بودم دادم و اون چه رو که به قول معروف قرار شده امروز جواب بدم اینه که خیلی بعضی از شما بزرگواران برای ما نوشتید که آقا تماس ما زنگ می خوره و جواب نمی دید. چرا برادر عزیزم، خواهر محترمم، ما جواب میدیم، ولی وقتی که یک نفر داره خدمت آقا سید الشهدا با همین شماره تماس سلام میده، معمولا شما میشید پشت خط. تا تماس قبلی قطع نشه نمیتونیم پذیرش کننده یه تماس جدیدی باشیم. یک مورد، و اما مورد بعدی باز نوشته بودید که آقا جان چه ساعت‌هایی شما میتونید بگذارید برای اینکه خود تماس‌ها رو جواب بدید. من میخواستم بنویسم ولی گفتم بذار توی خود برنامه این جواب رو بدم. معمولا عزیزانی که بیننده شبکه امام حسین علیه السلام به ویژه برنامه سلام کربلا هستن میدونن ما هر فرصتی که برامون
پیش بیاد به خاطر اکرام به بینندمون، به خاطر اینکه قلب بیننده هامون به آقا سید و شهدا نزدیکتر و معنوستر باشه تا فاصله پیدا بکنیم، جواب تماس ها رو میدیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. برادر بزرگوارم به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت. سلام علیکم آقا های بزرگوار. و علیکم السلام. خب متاسفانه تماس این عزیز مشخصه از طریق اینترنت بود و قطع شد. این روزها شیعیان افغانستان، عزیزانی که قلبهاشون میتپه برای زیارت کربلا، خیلی مجدانه هم با برنامه تماس میگیرن، هم راهنمایی میخوان که به چه صورت میتونن مشرف بشن، همین که از احوالات کربلا میپرسن. آقا موکب هست، آقا حسینیه هست، آقا جان نمیدونم وضعیت هوا چطوره و از این قبیل سوالها که ما همه اینها رو سعی کردیم جواب بدیم الحمدلله رب العالمین. امروز هم پیش اومد توی برنامه باز عرض کردیم. خیلی از این عزیزان نگران خانواده هاشون بودن، میفرمودن که آقا دعا کنید اینها از این کشور خارج شدن وارد کشور ایران شدن، بعدش باید وارد کشور عراق بشن، زیارت بکنن، به صحت و سلامتی برگردن. ما از خدای متعال میخواهیم که تمام مسافرین به ویژه زائرین آقا سید الشهدا سلام الله علیه با صحت و سلامتی کامل به منزلشون برگردن. سلام علیکم و رحمت الله. بله آجی آقا سلام. و علیکم السلام خواهرم. بله صدای شما الحمدلله به ما رسیده، بفرمایید زیارت کنید. سلام سید، سلام به امام سید و حسین. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين. السلام عليكم يا أبو الفضل عباس. یا حسین، یا حسین. این باورم نمیشه حاجی آقا کروخ شده باشه زنگم. یا حسین، یا حسین، امسالم علمه این نخواستی باره یا حسین. یا حسین فدایت شما، یا حسین. شكرا لك يا ابو عبد الله. لا اقل شيئا حاجت روا باشید خواهرم، ان شاء الله این قطرات گرانبهای اشک رو ذخیره قبر و قیامت خودتون بکنید، امانت بدید به آقا سید و شهدا برای روز محشر. ان شاء الله بی بی حضرت زهرا شفیعه همه محبین و شیعیان همسر و فرزندانشون باشن. اللهم آمین.
قبول باشه زیارتتون. حاجت روا باشید. شکرن لکه یا ابا عبدالله. آقا جان ممنونیم از این که اجازه میدید شیعیان شما از نقاط دور دنیا بتونن با شبکه امام حسین علیه السلام تماس بگیرن، با دیدن تصاویر حرم و ملجأ نورانی شما، برادر شما، پدر و فرزندان شما عقده دلشون رو باز بکنند و اون چرا که نمیتونن به دیگران بگن یا میلی ندارن بگن با پدر مهربان تر از پدرشون در میون بگذارن. شکرن لک یا ابا عبدالله. ساختمان خیمگاه رو دارید توی تصویر و در کنارش ساختمان صحن عقیله بنی هاشم سلام الله علیه. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. خواهر بزرگوارم. بله. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت. سلامت باشین، زنده باشین. خدا شما را جان جور بده. خدا عجل شب شما و همکارانتان بده که اگر زبارای و سنگیه بازیارت میکنم و صبح تا شام کربلای و سنگیه و فضله باز زیارت میکنم یا حسین. الحمدلله. یا حسین آقا بستر بخت ما برستر زی کربلای ما را منصف فرج و پای ما زمان ما را حضورش و سلامتیش نزدیک بازی وقت ما حسین وقت محمد مصطفی شهادتش تسجد از میدار پیش از پیش شهادت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و آله یا فاطمه زراتر به جان پدر سرج آقای امام زمان ما به زور شخلابه الهی آمین از این لالانی و سرگردانی برایم خدایا. السلام علی الحسین علی علی حسین علی اولاد الحسین علی صحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک ابن رسول الله. السلام علیک امیر مومنین ابن سید البسین. السلام علیکم و فاطمت سلام یا مادر حسن و بسین و سر وقت ما برست. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله برکاتم. السلام علیکم یا قفر مای بنی هاشم یا نندار کربلا یا بالفضل تقوی طاقت هستی یا بالفضل و سر وقت ما برست. امام آرزو داریم یا بالفضل. السلام علیکم یا بی بی زینب کبرا. السلام علیکم علی اکبر جان علی اصغر جان. السلام علیکم یا بی بی رقیه خدا وقت فاطمه زهرا و فرج آقای امام زمان خدا می خواهیم زورش و سلامتی شمعت بیمار کربلا بیمارای خلق شفا. الهی آمین. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون. ماشاءالله ماشاءالله. انشاءالله روزی همگان بشه، همه عاشقان آقا امیر المؤمنین و اولاد معصومشون باشه از نزدیک در کنار این پنجره های ذریح مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه قرار بگیرید و با آقا سید و شهدا سلام الله علیه حاجات خودتون رو درخواست بکنید. وقتی که خود بزرگواران میفرمایند حتی نمک سفره غذاتون رو هم از ما بخواهید، ببینید خدای تبارک و تعالی چه تفضلی داره نسبت به ما که یه همچین امامای بزرگواری رو برای ما انتخاب کرده و وسیله تقرب خودش قرار داده. شکرن
يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. خواهرم تماس شما وصله. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت کنید. الو بیننده محترم، ما صدای تلویزیون شما رو هم داریم، مکالمتون رو هم داریم، میشنویم و توی پخشه. بفرمایید زیارت کنید. خب متاسفانه از طرف خودشون قطع شد تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، زیارتتون قبول باشه. ایام شهادت آقا رسول الله به شما شیعان امیرالمومنین همچنین خادمین سید الشهدا تسلیت عرض میکنم. به حضرت زهرا به امام زمان تسلیت عرض میکنم و همچنین خدا به شما جزای خیر بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیه یا مولا یا رسول الله و سلام علیک یا نبی الله. صلی الله علیه یا مولا یا امیر المومنین یا مرتضی علی. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا حضرت فاطمه زهرا بنت رسول الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المومنین سید المسیح. السلام علیک یا ابن فاطمه زهرا سید النساء العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقا جون از تشکر میکنم، دردم و دوا کردی، ماه محرم و سفر قسمت کردی، اومدیم به پابوست. یا ابا عبدالله از تشکر میکنم. یا ابا عبدالله شفام دادی. یا ابا عبدالله قربونت برم، همه مریضان شفا بده، درد منم درمان کن، دردم درمان کردی. یا ابا عبدالله. السلام علیک یا مولا یا ابا الفرز عباس یا قمر بنی هاشم یا علم دار دشت کربلا یا کفیل زینبه. السلام علیک یا حضرت زینب کبرا. السلام علیک یا حضرت رقیه خاتون بنت حسین شهید. السلام علیک یا اهل بیت رسول الله. السلام علیک یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا مهدی زهرا. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. نبیک یا حسین. ممنونیم از برنامه خوبتون، خدا توفیقتون بده. یا علی مدد، برای ما هم دعا کنید، میرید حرم دعا کنید برامون. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا نگهدار شما و همه محبین و عاشقین و شیعیان آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون باشه. حتما انشاءالله باز هم اجازه تشرف پیدا بکنیم، داغو و نایب و زیاره همگان خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. صدای شما رو داریم ولی به صورت بریده بریده. ای کاش جا به جا بشید یه مقدار، شاید این وضعیت آنتندهی موبایلتون یا گوشیتون بهتر بشه، اینترنتتون مشکلش حل بشه.
السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر المنير بني عشر يا أبو الفضل هفاد. أجيغا التماس دعا نتاني سين بيت هرم هرم كرب إمام حسين دفتي إمام دعا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا ابن فضل السلام عليك يا سلام عليك يا رقية إلهي آمين. تشکر آجیاغا از برنامه چیمیت بایدان قبول باشه زیارتتون انشاءالله. حاجت روا باشید. ممنونیم از تشکرهاتون، ممنونیم از قدردانیهاتون. خدا انشاءالله همه شما رو حاجت روا بکنه و اسامیتون رو جز زائرین آقا سید و شهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بکنه. شکرا لمولانا الحسین، شکرا لمولانا الحسین، الحمد لله رب العالمین. تماس بعد رو دریافت بکنید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی یا صاحب الزمان، آجرک الله یا صاحب الزمان. دوای درد عالم یا حسین است، شفای روح آدم یا حسین است. به لوح آفرینش با خط نور نوشته اسم اعظم یا حسین است. یا حسین. اگر باشد تمام عمر یک دم، همام یک دم مرا دم یا حسین است. اگر به مرده جان بخشد عجب نیست، دم عیسی ابن مریم یا حسین است. پس از ذکر خداوند تعالی هر ذکری مقدم یا حسین است. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاج آقای عزیز، حاج آقای میخلف‌زاده بزرگوار، تسلیت و تعزیت عرض می کنم خدمت همه بینندگانش حرم آقا عبدالله باش. ممنونی. علیکم السلام. انشاءالله بر شما هم تسلیت و تعزیت باشه و همه محبین پیامبر اکرم و اهل بیت گرامشون. بفرمایید زیارت کنید. استغفر فیها بر وای. تماس های اینترنتی، جاهایی که اینترنتشون محدوده، یا فیلتر چکن میخوان، یا نمیدونم همین این چیزهایی که هست، واقعا قلب انسان به درد میاد که یه سری عاشق آقا سید و شهدا با زحمت فراوان بعد از اینکه چندین و چند بار شماره گیری بکنن و در نهایت ناموفق بشه سلامشون و تماسشون. انشاءالله همگی حاجت روا باشن. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت. سلام علیکم آقا. علیکم السلام خواهرم. بفرمایید زیارت کنید آقا امام حسین، آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام را. السلام علیک یا حسین. السلام علیک یا حسین. آجی آقا مشکل داره، مشکلات مرتی که آقا آجی آقا.
یا حسین. سه تا مریض داریم یا جی آقا. یا باب الحوائج اینا مریضا داریم آجی آقا. امام حسین ما دوباره ما چک کنم آجی آقا. حتما خواهرم. انشاءالله ما به نوبه خودمون دعاگو هستیم. ما میخواییم که کربلا بیاییم آجی آقا. انشاءالله که زود نصیب و قسمتتون بشه آجی آقا. ما رو دعا کنیم و خدا ستا مریض داریم آجی آقا. یا مولانا یا سید الشهداء شافی و عافی کل مریض به حق ابنک علی الاصغر صلوات الله علیکم. انشاءالله خواهرم حاجت روا باشید. صدای شما رو ما بریده بریده داریم. انشاءالله ما انجام وظیفه میکنیم. حرم مطهر آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، آقا ابا عبدالله الحسین، اون چه که توفیق زیارت داشته باشیم قطعا دعاگو و نائب الزیاره خواهیم بود و میخواهیم از خدا و این بزرگواران تمام حوائج شما، تمام درخواست های شما، تمام دعاهای شما همش به هدف اجابت برسه. آخرین تماس رو دریافت کنیم با توجه به اینکه فقط 1.5 دقیقه فرصت داریم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر بزرگوارم به کربلا خوش اومدید. ظاهرا تماسشون قطع شد. اگر هست این تماس رو هم بدید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میخرزاده. و علیکم السلام خواهر بزرگوار. خدا انشاءالله به شما جزای خیر بده. با دعا خیرتون ما امسال جز مشایع شدیم. خیلی ممنونم که دعا کردیم. الحمدلله. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقی تو به بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولی کالفرج. اللهم عجل لولی کالفرج. خدا نگهدار شما و تمام عزیزان باشه. امانت داری بکنم. حالا ایشان به زبون آوردن توی تماسشون هزاران نفر مثل شما خواهر بزرگوارم برای ما نوشتن که الحمدلله با تبلیغ مشایع اربعین به واسطه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام توفیق زیارت پیدا کردن، همانند اینکه صدها نفرشون به دفتر مجموعه مراجعه کردن. امیدواریم همه شما رو در کربلای معلا ببینیم. زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن. شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن. شدم کربلا چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسممو به